שלום וברכה. פרשה ראה במה יד מידה כחודוונד اختیار را به دست خود انسان سپرده که رای خودش را پیدا کنه و انتخاب کنه. سوال مهم اینجا مطرح میشه. اگر انتخاب به دست ماست، چه تضمینی وجود داره که دنیا را که خدا آفریده بالاخره به یک دنیای خوب و آراسته و دنیایی که به کمال منتهی بشه در نظر گرفته شده. وقتی من راه خودم انتخاب میکنم، اگر من راه اشتباه باشه، پس خداوند مگر هدفی برای دنیاش نداشته؟ مگر قرار نیست که این دنیا به یک دوران ایدئال برسه؟ پس چطور راضی شده خدا و به این رضایت داده که خوب یا بد را خود من انتخاب کنم و حتی حق انتخاب راه بد را داشته باشم؟ چگونه راه بد من منتهی میشه به دنیای خوب خدا؟ همونطور که پارشا میگه آنوخی نوتن لیفنخیم هیوم براخا و کلالا، ببین امروز من قرار میدم در جلوی شما براخا و نفرین را. در جای دیگه در تورا داریم که میگه ره ناتا تلفن خیوم تا خیم به تتو و تماوت و تارا، ببین در جلوی تو امروز قرار دادم زندگی و خوبی را و مرگ و بدی را، اما به تو توصیه میکنم و با خرطا بخاییم، به تو توصیه میکنم که زندگی را انتخاب کنی، فقط توصیه میکنم اما تو را مجبور نمیکنم. خداوند دنیا را که آفریده حتما باید برای هدف خاصی بوده. هرچند هستم بعضی از متفکرین که میگن دنیا هدف خاصی نداره و خداوند عشقش کشیده که چون تنها بوده دنیایی را خلق بکنه، موجوداتی را به دنیا بیاره و به اونها زندگی بده و امکانات بده که در این دنیا زندگی بکنند، و شاید هدف او این نبوده که این دنیا به جای خاصی برسه. این هم نظری است که بعضی اندیشمندان گفتند، اما بیشتر متفکرین و منطقیون عقیدهشون برای اینه که نمیشه این دنیا بی هدف باشه و نمیشه خدا دنیا را همین طور روی عشق آفریده بدون اون که فرجامی و سرانجام خوبی برای اون در نظر گرفته باشه. حالا اگر آدم طبق خاصی خود خدا و طبق توصیه او عمل نکنه و راه بد را انتخاب کنه همونطور که خدا این اجازه رو به او داده، چگونه این دنیا به اون دنیای با هدف، دنیای کمال، دنیای ایدئال تبدیل میشه؟ بعضی از اندیشمندان میگن همیشه دو طریق و دو راه در مقابل انسان قرار داده و هر دو راه بالاخره به اون هدف منتهی میشه. این متفکران میگند همچنین اگر بشر راه بد رو انتخاب بکنه بالاخره دنیا به اون کمال الهی میرسه، اما از این طریق کارها بسیار سختتر و پیچیده‌تر و با سختی و درد و عذاب خواهند بود. راه خوب راه زندگی است، راه بد راه مرگ، اما هر دوش بالاخره این دنیا را به اون ایدئال الهی میرسونه. البته بالای این دو راه دستور با خرطا بخاییم یا توصیه و راه زندگی را انتخاب کنه خداوند ما
متبلوره و مسلطه، هرچند راه مخالفش هم بازه. همونطوری که در کتاب خینوخ توضیح میده، وقتی خدا به ما هشدار میده و دستوراتی داده که اونها ممکنه به مجازات باعث این بشه که اگر رفتار بد داشته باشیم در مقابلش مجازات بشیم، حتما قبل از این که خدا مجازات رو بیان بکنه هشدار میده به ما که به این گناهان مبادرت نکنیم. اصولا در یهودیت کسی که متکی گناهی میشه باید قبل از این که او به این گناه متکی میشه به او هشدار بدن، التیماتوم بدن و او را از عواقب کار بدی که خواهد کرد آگاهی بدند. اگر این آگاهی را نداشته باشه انسان و مبادرت به خطا بکنه مجازات نمیشه. تو را نمیاد بگه که این کار را نکن زیرا مجازات میشی. اگر این طور میگفت این برداشت را داشتیم که اجازه در دست ما هست که بدی بکنیم، اما باید هزینش رو هم بپردازیم، اما باید سختی هم بعدن بکشیم. مثل اینه که این رفتار ما یک معامله با خدا میشه. این کار بد رو میخوای بکنی بکن، اما هزینش رو باید بدی و باید مجازات هم بشی. مثل اینه که یک تجارته. اما وقتی تورا رو مطالعه میکنیم و دستورات الهی رو میبینیم، منظور میسوها منظور این نیست که خدا میگه میتونی این کار بد را بکنی اما عواقب داره، بلکه تورا میخواد بگه اوتوماتیک کار بد عاقبت بد به دنبال داره و کار خوب به دنبال خودش یک موقعیت خوب را ایجاد میکنه. ممکن بود که ما بخوایم تصور کنیم و برداشت بکنیم که تورا میخواد بگه اگر میخوای و قبول میکنی که سختی ها رو بکشی میتونی کار بعد هم بکنی، ولی میبینیم خداوند قبل از این که بگه این کار رو نکن هشدار میده و میگه این کار خوبی نیست، این کار نه فقط عواقب داره بلکه توصیه نمیشه و باعث این میشه که دنیا به هدفش با سختی های بیشتری بالاخره برسه. در کتاب در میدراش در پارشای رئه حخامین به ما توصیه میکنند که به دستور و توصیه خدا که میگه باخر تو بخییم نگاه عمیق‌تری بکنیم. ربی الازار گفت وقتی که خداوند به اسرائیل میگه میپی ها الیون لوتت ها رو اوت و هتوف، از جانب خداوند بدی ها و خوبی ها صادر نمیشه، این معنی را میده که کار بد به طور اتوماتیک به دنبال خودش موقعیت های بدی را در فرد و در جامعه و در دنیا ایجاد میکنه. خوبی و کار خوب و مسوا به خودی خود اتوماتیک وضعیت مثبت و مناسب و سیستم عادل و موجهی را در دنیا ایجاد میکنه. یا اینکه بهتر بگیم ربی خگی میگه به شما دو راه متفاوت نشان دادم، میتونید هر کدوم را انتخاب بکنید، اما من به شما ارفاق میکنم و با گذشت توصیه میکنم که
زندگی را انتخاب بکنید. دستور یا توصیه با خرطا بخیم زندگی را انتخاب کن در میدراش لفنیم مشورت الدین معرفی شده، یعنی این یک ارفاق که خدا به ما توصیه میکنه که راه زندگی را انتخاب کن. این چگونه ارفاق محسوب میشه؟ همانطور که حقامی میگن در ابتدا خداوند خواست که دنیا را در خصلت دین خلق بکنه، و وقتی دید در خصلت دین، دین یعنی حقیقت، دین یعنی حق، دین یعنی عدم ارفاق، دین یعنی که هر موردی که انجام میشه بدون گذشت و فقط با شایستگی انجام بشه، اون چی به تو میرسه باید شایستش باشی و اگر نباشی به تو نمیرسه. ولی خدا دید اگر این روش رو انتخاب بکنه این دنیا نمیتونه بمونه. اگر هر کسی مطابق حق و شایستگی و رفتاری که داره مورد نظر قرار بگیره یا مطابق رفتارش بخوان با او رفتار بکنند و موز بدن یا مجازات کنند، انسان نمیتونست و دنیا نمیتونست پا بر جا بمونه. خداوند مجبور شد که خصلت دین را با خصلت رحمیم مخلوط بکنه، مربوط بکنه و بیشتر نگاه خدا به این دنیا نگاه رحمیمه، نگاه خسده، نگاه احسانه، نگاه گذشته، نگاه ارفاقه. اگر خدا این تصمیم را میگرفت که از اول میخواست ولی نگاه کرد که نمیتونه این دنیا بمونه، اگر روی دین، روی حق، روی دقیق و دقت حساب و کتاب رفتار بکنه، چیزی از این دنیا نمیتونه بمونه و اصولاً عدالتی نخواهد بود. اما حامی فرمودند از لحاظ دین، از لحاظ اون حق، از لحاظ استحقاق واقعی این دنیا، هر دو راه زندگی با هم برابره. انسان میتونه راه خوب را انتخاب بکنه، میتونه راه بد را انتخاب بکنه. هر دوشون میتونه بالاخره دنیا را به اون جهت پیش ببره. مگر ندیدیم قوم اسرائیل وقتی از مصر خارج شد و وقتی اون همه عظمت خدا را دید و معجزات را دید، باز هم مرتکب گناه بزرگی شد و گوساله را پذیرفت، گوساله ساخت، به گوساله سجده کرد، ولی بعد بالاخره تورا را گرفت، تورا را پذیرفت، اما با شرایط سختری. اگر گوساله را نمی پرستیدن، اگر اون واسطه را ایجاد نمی کردن، مفسری میگن اصلا دنیا ایدئال تری می شد. حخامی معتقدن اون گناهی که در میانه راه ایجاد شد و انجام شد باعث شد که سرنوشت یهود و اسرائیل عوض بشه و بسیاری از مشکلات و گالوت ها و هجرت ها و عذاب ها زمینش همون اشتباه و اون گناه گوساله ساختن و پرستش اون بود. یعنی قوم راه بد را انتخاب کرد، اما این باعث این نشد که تورا را نپذیره و بعد از او و به اون راه هدایت نشه و در راه این تورا حتی در مقابل دنیا قرار نگیره و متاسفانه این همه هزینه بده با وجود قبول کردن تورا. یعنی اون چی که باید میپذیرفت رو پذیرفت، اما چون راه بد رو اول انتخاب کرد، پذیرفتن تورا و انجام تورا توأم میشه با بسیاری از زجرها و سختی هایی که اقوام دیگه بر ما به خاطر این تورا و به خاطر انجام دستورات او بر ما وارد کردن در طول تاریخ. پس میبینیم هر دو راه هست،
راه های خوب و راه بد، راه های زندگی و راه مرگ. اما بالاخره اگر باور کنیم که خداوند برنامه‌ای برای این دنیا داره و دنیا باید به نتیجه برسه و به کمال برسه و به ایدال الهی هم نزدیک بشه، هرچی که راه خوب و درست و انجام مصفاها را انتخاب بکنیم، رسیدن به این راه راحت‌تر و آسان‌تر میشه. یعنی راه هم مثل خود هدف زیبا و دوست داشتنی میشه. اما اگر راه برعکس، راه بدی را انتخاب بکنیم، راه ضد زندگی را انتخاب بکنیم، بالاخره اون چی که خدا میخواد باید بشه، ولی با شرایطی بسیار سخت و مشکلات و عذاب و درد. پس چه بهتر که توصیه خدا را گوش بدیم، دستورات رو انجام بدیم، برای اینکه زودتر به اون هدف دنیا کمک بکنیم و به تیکون اولام برسیم. اینکه خدا میگه میتونی بدی بکنی اما نتیجهش رو خواهی دید، معنی این نیست که او را به ما توصیه میکنه و با ما معامله میکنه که در قبال مجازی کار بد هم بکنی اما باید مجازات هم بشی، بلکه میخواد به ما توصیه بکنه همونطوری که قبل از هر مجازاتی هشدار وجود داره، اظهارا وجود داره که به ما میگه هرچند میتونی راه را انتخاب بکنی و هزینه‌اش رو بپردازی، من به تو توصیه میکنم که این راه را انتخاب نکن و این راه سخت و بد را نرو، بلکه راه زندگی را انتخاب کن تا هم خود هم جامعه و هم دنیا هر چه زودتر به اون کمال ایدئال الهی برسه. شالوم و برکات.